بله، لیسانس مهندسی مکانیک، فوق لیسانس مهندسی مکانیک، دکترای مهندسی مکانیک، رئیس دانشکده و پژوهشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت، مرتبه علمی استاد تمام، عالی جناب دکتر محمد حسن شجاعی فرد. آی دکتر سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمد. سلام عرض میکنم خدمت شما، همه همکارانتون و همه هممیهنان عزیزی که در سراسر کشور و حتی جهان بیننده برنامه شما هستن. این جهانشو درست گفتیم، ما خیلی از کانادا، استرالیا، امریکا بیننده داریم که به ما افتخار میدن. آی دکتر چه چیزای مهمی در پرونده شما دارم میبینم؟ 200 مقاله ISI، 150 مقاله بین المللی، بعد در حوزه ماهواره، فعالیت‌های شما در حوزه ماهواره، پلتفرم خودرو. چیزی که برای من در این برنامه خیلی مهمه همین پلتفرم خودروه. اول به مردم میفرمید، اونایی که اصلا نمیدونن پلتفرم خودرو یعنی چی، یه توضیح بفرمایید. چشم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که معمولا تو دنیا اینطوری بود تا حدود 20 سال پیش که یه خودرو ساخته میشد، یه زیر بدنه داشت، موتور و گیربکس و مجموعه های دیگه، و بعد یه اتاق روی این میزدن و همین یه اتاق بود. حالا اگر میخواستن یه خودروی دیگه درست کنن که تغییر مدل بدن، همه چی رو از نو طراحی میکردن. یه 20 سال پیش تقریبا شاید یکی از شرکتایی که اولام شروع کرد فولکس واگن بود، حتی بقیه هم شروع کردن ولی فولکس واگن محور شد تو این کار. اومد گفت ما باید اینو توجه کنیم که مشتری زیر مجموعه خودرو رو نمیبینه، اونایی که زیر هستش، چیزی که میبینه اتاق تریمی داخلی و ایناست. ما پس بیایم برای صرفه‌جویی بیشتر، هزینه کمتر و حفظ قیمت ثابت، قیمت رو بالا نبریم، بیایم اون قسمتی که مشتری نمیبینه ثابت کنیم و اون رو روش طراحی کنیم، کار کنیم. اون وقت روی همین یک بخش که بهش میگن پلتفرم، تعداد زیادی اتاق با مدل‌های مختلف بگذاریم. در نتیجه مثلا برای طراحی یه پلتفرم اگر 100 تومن خرج میشد، این 100 تومن تقسیم میشد به 20 مدل خودرو. مثلا خود فولکس واگن 25 مدل روی یه پلتفرم زد، یک پلتفرم. ولی مشتری نمیتونه بفهمه که این همون خودروه که مثلا همسایه‌شون داره با یه مدل دیگه. حتی طول و عرضش رو تغییر میدن، حتی فاصله چرخش رو تغییر میدن. بنابراین فقط هم روی یه چهار چرخ مثابت نیست، مثلا خود فولکس واگن که داره چندین تغییر مختلف تو این داده. بنابراین این یه اصطلاحیه که میگن برای قسمت‌هایی که مشتری نمیبینه به صورت عمومی. البته اگه بره زیر و بره در فرض کنین کاپوت رو باز کنین میبینه، که البته اصلا احتمالا بر مشتری مهم نیست، اصلا مهم نیست، چون مشتری براش ظاهر خودرو و استایل خارجی و امکانات و آپشن‌هایی که داره. من مهندسی ساختمون خوندم آقای دکتر، با حساب ما ساختمونی ها اسکلت ساختمون انگار، حالا بعدن میشه که دیوارا رو طور دیگه چید، نمیدونم کف و تغییرش داد. دقیقاً همینه. یعنی شما میتونید دیوار چینی ها رو هر مدل خواستین بذارید مطابق میل مشتریتون. آها. و بعد با نظر خواهی که میکنید به جای یه دونه مدل خودرو یا دو مدل خودرو، یه دفعه 20 مدل خودرو بزنید، 20 سلیقه مشتری رو از خودتون راضی کنید. آیا در ایران هم همینطوریه تولید خودرو، یعنی بر مبنای پلتفرم یا نه؟ شما اصلا 20 مدل خودرو تو ایران میبینید که بر اساس بله میگه S131، S131 رادیکال 2، S131 بلا بچا. نه متاسفانه ما تو ایران به دلیل اینکه استراتژی برای صنعت خودرو نداریم و یک راهکاری نداریم که بتونیم بر اساس اون حرکت کنیم، با اینکه 50 سال خودروساز هستیم و ژاپن مثلا با یه فاصله کمی با ما خودروساز شده، کره 10 سال بعد از ما خودروساز شده، چین 30 سال بعد از ما خودروساز شده، ولی ما متاسفانه این استراتژی نداشتیم، الان عقبیم از همه اونا. چین 20 سال شروع کرده، تا چند سال پیش اصلا نمیدونست پلتفرم چیه، نمیدونست پروتوتایپ چیه، الان اولین تولید کننده منطقه است، با تعداد بسیار زیادی کار میکنه، به خاطر که استراتژی داشتن. ما استراتژی تو صنعت که نداریم، تو صنعت خودرو به طور خاص نداریم. یعنی هر روز یه سازی، یه روز میان میگن LNG مصرف کنیم، گاز مایع، یه روز میگن نه این میشه صادر کنیم، بیایم CNG مصرف کنیم چون این مشتری زیادی نداره. بعد هنوز این تموم نشده میان میگن خودروی هیبرید. یادم یه جلسه منو دعوت کرده بودن، رفتیم گفتن ما باید تا سال، این سال 90 بود، 91 بود، گفتن تا سال 92 باید
2 میلیون خودروی هیبرید تو مملکت تولید کنیم. تو دنیا هنوز اینقدر خودروی هیبرید نبود. بعد یه آقایی 500 میلیون جناب رشید پور گرفته بود سال 82 81 استراتژی برای صنعت بنویسه و برای صنعت خودرو بنویسه. آخر کار برداشت 4 تا کتاب نوشتی. کتاب آخری رو من دیدم، اوائل که توضیح های معمولی از کتاب های دیگه کپی پیست کرده بود و گذاشته بود و اینا. آخر کار نوشته بود در ایران به استراتژی احتیاج نداریم، چون هر دولتی با سلیقه خودش عمل میکنه. یعنی به 500 میلیون گرفت که بگه ما استراتژی نمیخوایم. بنابراین این خیلی نکته مهمیه. من بارها در جمع این گروه های خودروساز بودم به سبب کارهای فرهنگی که انجام دادیم. مثلا مدیرعامل که عوض میشه، کل سیاست‌ها و استراتژی اون کارخونه خودروسازی عوض میشه. اوایل فکر میکردم باحال جوان‌تر بودم، بعد ببینم که اصلا فاجعه است واقعا. یعنی ما خیلی شخص محوریم، حتی در خودروسازیمون هم شخص محوریم. خب یه علتی داره. علتش اینه که شرکت خودروساز ما، من چون این ابایی ندارم بگم، گاو شیرده دولت‌ها هستن. بنابراین دولت‌ها میخوان یه چوپانی بذارن بالای سر این گاو که بتونن شیرش رو مستقیما بدوشن و در اختیار خودشون داشته باشن برای خورده خرجی هایی که نمیتونن از طرق مختلف قانونی و غیر ذالک داشته باشن. هیچ دولت هم فرقی هم نمیکنه. یعنی شما برگردین هر چی به عقب، متاسفانه اینطوری بوده. یعنی فارغ از اصلا سیاست های دولتی، ذاتاً شما خود دولت رو چتری میبینین که جلو آفتابو میگیره برای اینکه بتابه به خود صنعت خودرو. دقیقاً اینطوریه. یعنی شما نگاه کنین، ما الان بگیم خودروسازیمون حالا تا سال 57 که مثلا یه مدل داشتیم، همون آقایی که اومد ایران به نام تریبال بود، تو ایران سال 46 خودرو رو انداخت رفت کره. کره رو از 57 ما شروع کرده تا الان کره کجای کار تو خودرو، ما کجاییم. یعنی همون که سال 46 اومد ایران، ایران ناسیونال رو درست کرد، با اون پایه‌گذاری رو کرد، رفت کره. وقتی انقلاب شد تو ایران رفت اونجا، چون نمیخواستن. خب ما هم بعدش جنگ شد و دفاع مقدس و ما اومدیم تو خودروسازی ها و همه کارخونه های دیگه، به حق هم این کارو کردیم. بعد داشتیم خمپاره ساختیم، کار دیگه کردیم، کاری که نظاممون و انقلابمون احتیاج داشت بهمون. ولی از 71 و 72 که شروع کردیم برگشتیم به این کار، که حالا من یادمه سال 66 بود که یه 6 نفر از وزرای وقت به اضافه بنده و آقای مهندس امانپور و آقای مرحوم آقای دکتر سلیمی رئیس امیرکبیر، کمیته خودرو ملی تشکیل دادیم. تقریبا دیگه اواخر جنگ بود که ما آینده خودرو رو چیکار کنیم. که بعدش من یه سمیناری، من شدم دبیر یه سمیناری توسط هم آقایون سال 69 دانشگاه علم و صنعت، که به دنبال همون پژوهشکده و دانشکده خودرو تأسیس شد، به دنبال همون مرکز تحقیقات ایران خودرو و مرکز تحقیقات سایپا قرار شد شکل بگیره که ما طراحی توسعه و طراحی محصول داشته باشیم تو کشور، بشه ما هم بشیم مثل ژاپن، مثل بقیه جهات. چون اگه توسعه طراحی محصول نداشته باشیم، یعنی مونتاژکار باشیم، تا 100 سال دیگه هم به جایی نمی‌رسیم، که ما که تا الان هم نرسیدیم. بنابراین وقتی که اینا شروع شد، شما نگاه کنید ببینید هیچ وقت بحث طراحی محصول توی جدی گرفته نشده، اصلا گرفتنه. چرا؟ چون دولت‌ها گرفتن خودروساز رو مثل یه بچه کودکستانی گذاشتنش توی یه ویلچر، هولش دادن توی یه کالسکه، هولش دادن، اگه پول کم آورده بهش دادن، وام خواسته بهش دادن. مجلس هم همینطوره، مجلس دولت تو این قضیه مشترکن. یعنی اگر این مجلس دیده این قانون خودروساز میخواد براش وضع کرده، تعرفه رو گرون کنه، گرون کرده. رقابت نباشه، نباشه. خب طبیعیه یه جایی که شما رقابت نداشته باشی، حمایت دولتی داشته باشی، وام خاصی بدن، مشتری هم پشت درت، الا ماشاءالله. شما 6 ماه دیگه هم میخوای خودرو تحویلش بدی، این میاد پول جلو میده، چی بازم تو... میاد صف میبنده. هیچ جای دنیا رسمی نیست، هیچ جای دنیا رسمی پول میدن به ما، یعنی به مصرف کننده، که تو بیا بخر، وام میدن. ما هم بری خارج کار کردیم. ما یه موقعی که می‌خواستیم همین سمندو صادر کنیم، رفتیم به راننده تاکسی آذربایجان پول دادیم، گفتیم این وامو بگیر بیا سمندو بخر، بعد اسم اینو گذاشتیم صادرات. اینطوری کار کردیم آقای رشید. آقای دکتر، تشویق شده توسط مقام معظم رهبری در حوزه ماهواره هستند، بارها استاد نمونه کشوری شناخته شدن، از رؤسای جمهور مختلف تقدیرنامه دریافت کردند. به همین سبب یک آدم
وجیه المله در داخل کشورمون هستن از نگاه گروه های مختلف سیاسی همونطور که خودشون اشاره کردن و نگاهشون هم ملیه. بنابراین من خیلی شفاف میخوام بپرسم، جز اون نکته ای که در مورد دولت ها فرمودین، خیلی از مردم واقعا دوست دارن بدونن که چرا کره 10 سال بعد ما شروع کرد، الان وضعیت خودروش اینه، چرا ما نمیتونیم؟ گره کار کجاست آقای دکتر؟ جز اون مسئله دولت که گفتید و اینها، گره علمی داره، مالیه، چیه، کجا رو بریم درست کنیم؟ ببینید، ما انقلاب که کردیم امام رحمت الله تعالی علیه فرمودن که ما میتوانیم و ما واقعا میتوانیم. حالا من مصداقا رو نمیگم که فردی که بگه این با اون فرق میکنه، خودرو با اون فرق میکنه. بعد از امام، مقام معظم رهبری که بعد از جنگ تقریبا دیگه رهبری مملکت و جهان اسلام به عهده گرفتن، ایشون هم همینو اصرار رو اصرار، ارتباط با سند با دانشگاه، چقدر ایشون فرمان آرزوی منه ارتباط سند دانشگاه. بعد اومدن سر سالها نامگذاری ها رو نگاه کنید، همش رو بحث های اقتصادی، اشتغال، اقتصاد مقاومتی، چی چی چی. جناب رشید، من فکر کنم ما با مردم رو راست نیستیم تو صنعت خود رو. یعنی این مشکل رو راست نبودن ما با مردم تو صنعت خود رو باعث میشه که این مشکلات ایجاد کنه. نه اینکه مدیر عامل ها و بقیه، مدیر عامل هم یک نفر اونجا یه تیم هم به این دستور میدن، وگرنه خیلی از مدیر عامل ها رو من میشناسم که آدم بسیار خوبی هن. اصلا از پله های پایین خود رو رسیدن به اونجا، اما از بالا بهشون دیکته میکنن. از بالا که میگن، نه منظور دولت و مجلس دیگه، حالا هیئت مدیره است مثلا، حالا اطرافیانی هن که هستن. ببینید، این که من میگم نیست، رو راست نیستیم، اینه که ما یه فسادی در صنعت خودرو داریم، یه مافیایی داریم، مافیای قطع ساز و خرید از خارج. این چیکار میکنه؟ اگر بخواد این بحث داخلی سازی رو، اگر بخواد بحث توسعه و طراحی محصول رو ایرانی بکنه، با ایرانی کار کنه، با دانشگاه کار کنه، این چیزی دستش نمیاد. ولی وقتی میره خارج، از رانت ها و فساد هایی که متاسفانه در خرید از خارج هست، باعث میشه که چی؟ یه عده سود ببرن. شما این همه میبینید یک شبه میلیاردر میشن از بخش های خرید مختلف خارجی، به خاطر همین چیز هست. وگرنه چرا ما برای صادرات اینقدر ولع نداریم؟ ما 3 کشور همین اخیر، روسیه، عراق و قطر، در وارداتشون باز شد، ما نزدیکترین کشور به اینا بودیم دیگه. باید این بازارا رو به سرعت میگرفتیم با صادراتمون، کسی اصلا دنبالش هم نمیره. چرا؟ چون در اونجا رانت نیست، امکانات سوء استفاده نیست. ما در ایران متاسفانه افرادی که هستن تو جاهای مختلف، شما برید قطع سازا رو نگاه کنید، تو قطع من خوندم مثلا مدیر عامل سابکو گفته ما 600 تا قطع ساز داریم، 600 تا قطع ساز داریم، ولی چی میسازن؟ موکت میسازن، صندلی میسازن، روکش صندلی میسازن، ولی شما مجبوری برای خودرویت از کنتینانتال وارد کنی قطعات تو، بدی به یکی که اونجا یه سودی به چند نفر برسه تا بعد بتونی اینطوری کنی. یا اگر از داریم میگیم داخلی سازی، جناب رشیدتون، ما کی اینو به مردم گفتیم که قطعه رو در چین میسازیم، روش به فارسی میزنیم ساخت ایران، میاد تو گمرک جلوشو میگیرن، بعد نامه میدن از طرف خودروساز به گمرک که آقا این ساخت ایران شده شما ندیده بگیرین، ما قول میدیم تو بازار توزیع نشه. این راست بودنه؟ این میشه کره؟ این میشه این که ما تو دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم؟ حالا شما نگاه کنید، مثلا مقام معظم رهبری اعلان کردن در چشم‌اندازی که در مورد کلی که خودرو هم فرمودن 3 میلیون خودروی سواری و وانت که 1 میلیونش صادرات باشه. 3 میلیون خودروی سواری و وانت در سال که 1 میلیونش صادرات باشه. ما الان 10 سال از او فرمان گذشته، در 2008 سال دیگه 1404 میشه 8 سال دیگه، درسته؟ بله. ما تو 8 سال دیگه وقتی تا حالا یه دونه خودرو صادر نکردیم، چطور میتونیم 1 میلیون خودرو صادر کنیم؟ تا موقعی که الان تولیدمون 1 میلیون نیست، یعنی ما کم کردیم، امسال کمتر هم شده مثلا نسبت به پارسال، چطوری میتونیم 3 میلیون خودرو تولید کنیم؟ و بعد بحث این که 6 میلیارد دلار باید ما قطعه صادر کنیم، غیر از اون CKD و عرشبت که قطعاتی که برای ساخت داخل، برای خودروی خودمون به کار می‌بریم، 6 میلیارد دلار قطعه صادر کنیم در سال، در حالی که همین الان می‌دیم در چین می‌سازن، از همونجا وارد می‌کنیم، ساخت ایران هم روش می‌زنن. مگه اینکه از چین بخریم بیاریم ایران بعد از اونجا صادر کنیم؟ با
و کامیون و اتوبوس 120,000 تا ما باید داشته باشیم که 30,000 تاش صادر بشه. خب آقای دکتر، اینا رو پس مسبب اصلیش رو شما مافیایی میدونین که از این مسیر داره ارتزاق میکنه و تمایلی نداره که دانشمندان داخلی وارد، چون همین پلتفرمی که شما و تیمتون دانشجویانتون طراحی کردین، من شنیدم یه نمونه مشابهش رو چند میلیون دلار خریدن از خارج از کشور. متفاوته، متفاوته، ولی دیگه مثلا شما نگاه کنید این کاری که ما کردیم در مورد همین کار در مورد سمند، حالا داخل کردن دیگه، خب 250 میلیارد تومان هزینه توسعه شد، 250 میلیارد هزینه آزمایش‌ها شد. و تازه متاسفانه من باید بگم که بر اساس اطلاعاتی که من دارم، اونایی که آزمایش کردن چون با من ارتباط دارن، خارجی ها گفتن که هیچ کدوم از آزمایش ها را پاس نکرد، با این همه از اینه آخرش دادیم به چین، یه مجوزی بریم و صادر کردن. ولی معمولا اینا حدود 200 میلیون دلار هزینه شه این کار اگر بخرن. بله اگه طراحی نخواین فقط بخواین کامل بخرین همطوری وارد کنیم مثلا کاری که دارن میکنن، این ممکنه با 30 میلیون دلار هم بشه بخریم. 30 میلیون دلار هم بدین یه چیز بهتون میدم که اینم قالبش، ممکنه قالبم بدن، ولی شما هیچی از این نمیدونید. کما اینکه موتور رو برای ما آلمان طراحی کرد، چند بگو اسمش گذاشتن موتور ملی، بعد من اعتراض کردم گفتم آقا چیزی که شما طراحی نکردین، دانشش ندارین، چرا میگین ملی؟ گفتن نه ما مالکیت ملیشو داریم. خب مالکیت ملی که نشد مالکیت، شما 10 سال طول کشید تا تونستن یه تغییر جزئی روی بدن، در حالی که این پلتفرمی که ما طراحی کردیم فقط همون زیرش، این قسمت در حقیقت اتاقکش، نه چیزه دیگرش، مثلا کمکهاش، نه فرمانش، نه اکسلش، نه اینا هیچ کدوم، 350 قطعه ورقهای کوچک کوچک داره که باید به هم وصل بشه. بعد آقای ما رئیس سابکو اعلام میکنه که ما در این قرارداد جدیدی که با یه کنسرسیوم بستیم، با پژو، با کنسرسیومی هستش که حالا شما رو اتفاق کنید، نه برای طراحی پلتفرم بستن، میگن یه کنسرسیوم داریم که موتورش مال ماهله است و AVL که اون تجهیزات موتور رو میده، اون خود موتور رو میده، بدنش طراحیش مال پنینفاریای ایتالیاست، در حالی که پنینفاریای ایتالیا الان مدت هاست دیگه الان فراری تو اون طراحی نمی کنه، فروخته ماهیندرای هند که همون L90 ما رو گرفته اسمش گذاشته ماهیندرا، همین L90 اونجا و اومده پینت فاریای ایتالیا رو خریده، یعنی ما با هند قرارداد داریم نه با ایتالیا، بدنش مال اونه، موتورش مال اونه، اکسلش مال اونه، من چیش مال ماست، ما کدوم یکی از این قد ایران خود، بعد اینا 600 تا قطعه ساز داریم که کمک میکنن، کجا کمک کردن؟ ما L90 که الان حدود 10 سال داریم تولید میکنیم چند درصد داخلی سازی تونستیم بکنیم؟ قرارداد 50% یا بیشتر، ما از 30% نتونستیم تجاوز کنیم. این 30%ی که تا الان پیشرفت کردیم، داخلی سازی کردیم، یکی از بخش مهمش که همه رو باید رنو پارس تایید کنه، 30% که درست که یکی چراغ رنو L90 جان آقای رشید بود، مهندس جان این چراغ خودرو رو رنو پارس به رومانی و روسیه که داره L90 میزنه صادر نمیکنه. میگیم خب چرا صادر نمیکنی؟ میگه خب من اونجا دارم با قیمت مناسبتر میخرم، چه دلیلی داره مال شما رو صادر کنم؟ یعنی ای آقا میگه که ما قرار داریم که داخلی سازی رو در حد اعلا ببریم و اگر احتمالش نبود، یعنی از همین جلو گفته که داخلی سازی ممکن احتمالش نباشه به اون حدی که بذارن، یعنی هیچی، یعنی دوباره وقتی که شما یک اصطلاحی ما توی خودروسازی و تولید داریم به نام قفل تکنولوژی، قفل تکنولوژی میگن چیه که طراح این قفل رو روی تکنولوژیه، یه کاری که طراحی میکنه میگذاره، مثلا یکی طراحی خودرو داره، این کلیدش دست اونه، اونه که میتونه هر تغییر خواست رو این بده، وگرنه کسی نمیتونه ورود کنه، خودرو جزء های تکه، یعنی تکنولوژی بالاست واقعا، 3000 قطعه داره، حالا شما خواستی 3000 قطعه رو بعضیش میتونی تغییر، ولی ما هنوز مثلا تو خیلیاش موندیم. ما همین L90 که اومدیم، یک به جدی چراغش که حالا مثلا یه چیز داره، بقیه چیزی که تو L90 ما داخلی سازی کردیم، موکت روکش صندلی مثلا، عادی چیزی که هر جای ممکن این کارو بکنن. بعد این قفل تکنولوژی کلیدش هستی که دست طراحه. آیا اینا به ما خواهند داد؟ کسی که طراح خودشه همه کارا اون زنجیره تامینش از خارج داره، زنجیره مال خارجه،
همین کار اومده شرکت رنو پارس با کی کرده؟ با رنو ببخشید شرکت رنو فرانسه اومده با ایران کرده، دوباره با سایپا. این دفعه اومده چی گفته؟ گفته آقای سایپا تو بیا بن خودرو رو که یکی از بهترین در حقیقت جدیدترین خودرو سازای ما بوده، حالا به دلیل مشکلی پیدا کرده دادن سایپا خریده اینو، یا اینو دادن جزء بخشی از آورده ها در اختیار رنو، یه بخشیش هم یه سرمایه گذار داخلی گذاشته، 50% هم رنو سرمایه گذاشته که میخوان چی تولید کنن؟ میخوان سیمبل و چی رو تولید کنن؟ این یه خودروی دیگه دارن اسمش الان یادم رفت، کولیوس؟ نه 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 سیمبل و حالا عرض میکنم. بعد اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا اومدن بن خودرو رو دادن، اونا هیچ آورده‌ای ندارن. ما میگیم آورده اونا چیه؟ میگن گفتن 660 میلیارد میاریم. ما 660 میلیارد چی میارن؟ داستر ببخشید یادم اومد. داستر. میگن که 660 میلیارد ما میلیون دلار آوردیم. اما این چیه؟ نقشه است. میگن پول، ولی پول نیست. جناب رشید پور توی صنعت یه فرم سرمایه حساب میشه. یعنی شما میپرسن یه فرم داره راجع به فلان بخش خودرو. این فرم سرمایه است. یه دفعه میبینید روی این 1 میلیون دلار قیمت میذاره. حالا شما بیا درستش کن. بعد این میشه پول. ما بن خودرو رو میدیم که اصلمونه. اون وقت این آقا میخواد بیاد چی بسازه؟ سیمبل و داستر بسازه. اینا پلتفرمشون چیه اون زیر؟ همین ال90 خودمونه. آقا تو چرا اومدی رقیب بره خودت ساختی؟ جناب این از همون آقای دکتر نبوده استراتژی مشخص در صنعت خودروسازی کشورمون نشأت میگیره دیگه. وارد فاز جزئیات قراردادها میشیم که شاید برای افکار عمومی و بیننده برنامه‌مون خیلی جذاب نباشه. به همین خاطر از این عبور میکنم چون زمانم هم رو به پایان هست. از حضرت عالی یک سوال بنیادی میپرسم. شما آدم دانشمندی در طراحی خودرو هستین و در دانشکده ایشون حضور دارن که دیگه میتونه قلب تپنده خودروسازی در کشورمون باشه، علم و صنعت، دانشکده مهندسی مکانیک. میخوام تجویز حضرت عالی به عنوان استاد نمونه کشوری، تشویق شده نهادهای مختلف برای صنعت خودروسازی و اینکه به قول شما از کره عقب نمونیم، بتونیم جبران بکنیم عقب موندگی هامون رو، تجویز شما به عنوان استاد دانشگاه چیه؟ خواهش می‌کنم توی 3-4 دقیقه جمع بندیش بفهم دارید. ببینید اولین کاری که ما باید بکنیم واقعا باید نه خودروساز، دولت، مجلس، یکی یک مقام مسئولی تو مملکت یه عده‌ای رو تعریف کنه، یه کمیته‌ای رو تعریف کنه که حالا من امیدوارم این جناب آقای دکتر شریعت مداری که اخیراً اومدن در رأس صنعت خودرو یعنی وزارت صنایع و معادن و تجارت قرار گرفتن، ایشون با توجه به که دلسوزی‌هایی که من درشون سراغ دارم، خود ایشون این کارو بکنن. یه کمیته متشکل از کسانی که تو خودرو تجربه قدیمی دارن، مثل آقای مثلا دکتر منطقی و بقیه، یه عده از دانشگاهیانی که تو این کار کردن سال‌هاست، یه عده از نمایندگانی که قانونگذارای خوبی بودن و متا دست نداشتن در بعضی کارهای خودروسازا، و یه عده از کسانی که تو بخشای مختلف حتی مشاور خارجی. ما مشاور خارجی هم برای ایران آوردیم، 4 روز استراتژی صنعت خودرو درس داد. 400 نفر از خودروسازان و بقیه اومدن نشستن، ولی متاسفانه کسی به حرفا گوش نداد. این کمیته بشینه استراتژی تعیین کنه، منتها همزمان با این بشینن یک تعریفی بکنن که ما الا و للا باید یه توسعه و طراحی محصول داشته باشیم، نه این که بریم از خارج. حضرت مقام معظم رهبری فرمودن ما باید از مونتاژ ظرف 10 سال به طراحی برسیم. خب مونتاژ یعنی که اشتغال مال بیرونه، مونتاژ یعنی که ما تو خودروسازای دنیا حرفی برای گفتن نداریم. بنابراین اگر این کمیته تشکیل بشه استراتژی بنویسه، اگه به موازات اون از همین کاری که ما در دانشگاه علم و صنعت و بخش موتورش دانشگاه امیرکبیر، بخش گیربکسش دانشگاه خارج نصیر، بخش آزمایشاتش دانشگاه تهران هستن، ما این 4 همین رو اصلا مبنا قرار بدن آماده بیان. ما چیزی نمیخوایم ازشون، فقط بیان از این استفاده کنن، این گوشه تاخچه خاکی نخوره، بیان اینو شروع کنن، بعد استراتژی رو بنویسن و بعد موظف کنن که ما باید ظرف 10 سال آینده برند خودمون داشته باشیم. مثل چین، شانگان اگر میاد در چین با BMW شریک میشه، خودش هم برند خودش رو داره، 1 میلیارد 1 میلیون و 200 هزار تا از برند خودش میزنه،
800,000 تا از برند بی ام وی. بعد ما یه دونه از بی ام وی شو وارد کردیم، هر چی ما وارد کردیم از همون برند خودشه. یعنی ما برای برند خودمون ارزش قائل نیستیم، لذا تعیین یک کمیته برای پیگیری استراتژی که عمل بشه، مجلس دولت هر کی باید شورا مجمع تشخیص مصلحت موظف کنه خودروسازی که این کار انجام بدن، یک کمیته بهش نمیرسه. به موازات این، از این دانشی که تو ایران طراحی شده، ما حدود 100 تا دانشجو، دکترا، استاد، دانشجو ارشد، بقیه این کارا، 120 200 تا تو دانشگاه ما، 100 تا 100 هم تو دانشگاه دیگه بیان از این استفاده کنن. حداقلش اینه که این نقطه شروع میتونه باشه، بیان همینو بگیرن تکمیلش کنن. در حالی که ما فقط یه اشاره کوتاه بکنم، ما این خودرو که طراحی کردیم جناب مهندس رشید تو بر این اساسه که برای خارج باید صادر بشه، یعنی ما با بیس خارج، یعنی الان کاری که ما توی تکنولوژی کردیم از قراردادی که ایران خودرو بسته با همین پنینفاری های هند بهتره بگیم، ما جلوتریم، اونا ماژورار بستن، ما فلکسیبل بستیم برای پلتفرم. یعنی صادرات و بعد تکنولوژی بالا متناسب با شرایط و ارگونومی ایران و از نظر قیمت متناسب با جیب مردم، متناسب با جیب مردم. خب بیان از همین شروع کنن، به عنوان یه نقطه استارت آماده مجانی در اختیارشون. ولی اگه بیان پیش دانشگاه ما، حد اکثر چیزی که داریم بهشون بدیم یه لیوان چایی و یه لیوان شربت و چاییه، اما دلار نداریم بدیم.